بسم الله الرحمن الرحیم دستگاه های لنفاوی بدن شامل ارگان های لنفاوی مرکزی و ارگان های لنفاوی محیطی هستند ارگان های لنفاوی مرکزی شامل مغز استخوان و تیموسه که به هیچ وجه با آنتیژن مواجه نمیشن لنفاسیته تی و لنفاسیته بیرون میسازن و میفرستن توی ارگان های لنفاوی محیطی مثل عقده های لنفاوی تحال، لوزه ها و فولیکول های لنفاوی که به صورت پروکنده در دستگاه های مختلف بدن قرار داره. یک ارگان لنفاوی میتونه ارگان لنفاوی باشه که مرکزی باشه یا محیطی. مرکزی ها که شامل مغز استخوان و تیموس بودن محیطی ها که تحال، اغدای لنفاوی، فولیکول های لنفاوی پروکنده و لوزه ها بودن. حالا هر ارگان لنفاوی میتونه کپسول نداشته باشه اصلاً مثل فولیکول های لنفاوی که توی آپاندیسه تجمع فولیکول های لنفاوی رو ما میبینیم توی بافت هم و هیچ کپسولی نداره و یا ارگان لنفاوی میتونه یک کپسول کامل داشته باشه مثل اغده لنفاوی و یا ارگان لنفاوی میتونه کپسول ناقص داشته باشه مثل لوزه ها اول از تیموس شروع میکنه به عنوان یک ارگان لنفاوی اولیه تیموس به عنوان یک ارگان لنفاوی اولیه از نظر آناتومیک در مدیاستینوم قرار داره تیموس کپسولی داره از بافت هم بند که از همون مزان شیمه وارد تیموس میشن به صورت تراب کولههایی و زوائدی و تیموس رو لوبوله میکنن در داخل هر لوبول تیموس یک ناحیه قشری پررنگ وجود داره به نام ناحیه کورتکس لوبول و یک ناحیه مغزی روشن وجود داره به نام ناحیه مدالا یا مغزی لوبول نمای شماتیک تیموس رو میبینیم کپسول تیموس ترابکوله هایی که از کپسول وارد شدن و تیموس رو لوبوله کردن هر لوبول تیموس که ناحیه قشری پر از لنفوسیت های تی داره و ناحیه مغزی روشنتر داره حالا چرا ناحیه قشری تیموس اینقدر پررنگه و ناحیه مغزش اینقدر روشنه لنفوسیت های تی که توی مغز استخوان به وجود میان مهاجرت میکنند به ناحیه قشر هر لوبول تیموس و به تعداد خیلی زیاد در اونجا جایگزین میشن چون لنفوسیت تی هستش بزرگه و هستش با هماتوکسیلن اوزین آبی رنگ شده بازوفیل دیده میشه ما عمدتا هسته ها رو میبینیم تراکم هسته های فراوون بنفش رنگی پس ناحیه قشر پرسلوله تی زیاد داره هر کدوم از این لنفوزیت ها مهاجرت میکنن و میان به سمت مغز چون تعداد خیلی زیادی از اونا توی همون قشر میمیرن و از بین میرن در نتیجه تعداد سلولای کمی وارد مغز لوبوله تیموس میشن برای همین مغز لوبول تیموس روشن تر دیده میشه. سلولی که وارد مغز لبول تیموس شد، وقتی وارد مغز تیموس شد، میاد با سلولای اپیتلی رتیکولر تیموس واکنش نشون بده. اگر واکنش شدید نشون نده با سلول اپیتلی رتیکولر، سلولی که به تمایز نهایی رسیده وارد عروق خونی میشه و از طریق گردش خون وارد ارگانهای لنفاویه محیطی میشه توی این نما ما تیموس رو میبینیم کپسول تیموس تراب کوله هایی که وارد تیموس شدن لوبوله کردن هر لوبول ناحیه قشری تیره که تجمعی از های تی به تعداد خیلی زیاد ناحیه مرکزی روشن که های تی کمتری داره هیچ فولیکول لنفاوی توی تیموس وجود نداره ما میدونیم که فولیکول لنفاوی یعنی تجمع های بی به صورت مجتمع شبیه اثر انگشت چون هیچ مواجه با آنتیژنی توی لنف... توی تیموس وجود نداره در نتیجه وجود فولیکول لنفاوی اینجا ضروری نیست پس تیموس کپسول داره تراپکول داره دار بافت اپیتلیو رتیکولره لوبول داره لوبولش کورتکسی داره که سلول های لنفوز تی به میزان فراوان داره مغز هر لوبول روشنه که لنفوز تی کمتری اونجا وجود دارد. توی این ناحیه مغز تیموس رو میبینیم تعداد لنفوز تی که هست کمتره نواهی اسیدوفیل رو میبینیم به صورت دوایر متعدل مرکز که اینا رو میگن توی مغز تیموس اینا دیده میشن که توی نمای کلی اول شبیه رگ خونی هن. ما که خوب دقت کنیم متوجه میشیم که رگ خونی نیستن دوایر متعدل مرکزی که شبیه مقطع ارزی پیازن و تجمع سلول های اپیتلی و کنارشون ماکروفاژ هم هست این تجمع سلول های اپیتلی جسمک تیموسی یا جسمک هاسال رو به وجود میاره که قادر سایتوکاین های رو تولید کنه برای تمایز نهایی لنفوسیت تی که لنفوسیت تی تمایز نهایی پیدا کنه و بتونه وارد گردش خون بشه سلول های گفتیم فقط داربست رو به وجود نمیارن یه سری سلول های اپیتلیو هستن چون منشه اپیتلیاری دارن که اتصالات دسموزوم و اتصالات محکم با همدیگه دارن این اتصالات دسموزوم در دور تا دور تیموس قرار داره و صدی صد رو به وجود میاره به نام صد خونی تیموسی که اجازه نمیده که هیچ آنتیژنی وارد تیموس بشه چون آنتیژن اگه وارد تیموس بشه از بیرون دیگه برای تیموس خودی شناسایی میشه و اگه بار دیگه بدن باش مواجه بشه نمیتونه باش مقابله کنه چون تیموس اونو به عنوان خودی تلقی میکنه پس یه سری سلول های هستن که سلول هستن و توی سطح خون تیموسی شرکت میکنن یه سری سلولهای هستن که مشبکن شبکه وجود میارن زواید وجود میارن میارن. شبکه ستاره ای وجود میارن و داربست تیموس به وجود میارن و یه سری سلول های اپیتلی و رتیکولر که میان توی مغز هر لوبول تیموس قرار میگیرن دوایر متحد مرکز رو وجود میارن و که اجسام حاصل رو تشکیل میدن اصولا توی تیموس انتخاب لنفوسیت تی به این شکل صورت میگیره که لنفوسیت تی از مغز استخوان و میاد وارد تیموس میشه در ناحیه قشر تیموس تی سل رو پیدا میکنه کلاستر اف لازم CD4 CD8 CD25 رو پیدا میکنه و MHC1 و MHC2 رو میشناسه سلول هایی که این ویژگی رو پیدا کردن سلکت میشن انتخاب میشن و میان وارد مغز تیموس میشن اگر این ویژگی ها رو پیدا نکنن سلول ها رسپتور رو پیدا نکنن MHC1 و mhc توی خودی رو شناسایی نکنن توی قشر تیموس از بین میرن سلول هایی که این ویژگی ها رو پیدا کردن شناختن میان وارد مغز تیموس میشن وقتی وارد مغز تیموس شدن اگر با سلول اپیتلیورتیکولر که MHC1 و داره واکنش شدیدی نشون ندادن میان به عنوان یک سلول بالغ وارد گردش خون میشن از صد درصد سلول هایی که از مغز استخوان وارد قشر تیموس میشن فقط دو درصد اونا به تمایز نهایی میرسن و سلولی میشن که قادر با آنتیژن مقابله کنه و واکنش نشون بده منیج کنه سیستم ایمنی رو ارگان لنفاوی بعدی ارگان لنفاوی محیطی به نام لیمف نود یا عقده های لنفاوی عقده های لنفاوی ساختمان های لوبیایی شکلی هستند در حدود 10 تا 25 میلی متر حدود 400 500 عقده لنفاوی تو بدن ما وجود داره که عمدتا در دو طرف گردن نواحی عروق بزرگ ناحیه زیر بغل کشالی ران قفسه سینه و ناحیه عروق بزرگ شکم قرار دارند عقده لنفاوی کپسولی داره از بافت همبند که این کپسول از بافت همبند وارد عقده لنفاوی میشه ترابکوله هایی رو به وجود میاره که به داربست عقده لنفاوی کمک میکنه به جز تیموز همه ارگان های لنفاوی داربستشون بافت رتیکولره عقده لنفاوی ساختمان لوبیای شکل ناحیه محدب داره که از ناحیه محدبش عروق لنفی آوران میان وارد عقده لنفاوی میشن چرا که عقده لنفاوی کارش اینه که لنف رو تصفیه بکنه وقتی که عروق لنفی اومدن و لنف رو وارد عقده لنفاوی کردن در زیر کپسول عقده لنفاوی این کپسول از بافت هم بنده در زیر کپسول عقده لنفاوی فضایی وجود داره به نام سینوس ساب کپسولار که این لنف میاد وارد سینوس ساب کپسولار میشه اونجا ماکروفاش وجود داره سلول های دندریتیک وجود دارن بافت اصلی خود عقده لنفاوی شامل دو بخش یک ناحیه قشری یا کورتیکال که حاوی فولیکول های لنفاویه که اجتماعی از لنفوسیت ها هستند به ویژه لنفوسیت های بی به صورت اثر انگشت که این فولیکول های لنفاوی اگر با آنتیژن مواجه بشن مرکزشون روشنتر از اطرافشونه و ما میگیم جرمینال سنتر دارن پس هر عقده لنفاوی یک ناحیه قشری داره حاوی فولیکول های لنفاوی و یک ناحیه مغزی داره که تنابهای سلولی به دنبال همدیگه قرار می بینابین این تناب های سلولی نواهی روشنه که سینوس های مغزی گفته بشه پس لنف از اروغ لنفی آوران در ناحیه محدب میاد در سینوس ساب کپسولار در زیر کپسول قرار میگیره همراه با تراب کله ها میاد وارد سینوس های کورتیکال یا قشری میشه از سینوس های کورتیکال میاد وارد سینوس های مغزی میشه از سینوس های مغزی لنف تصفیه شده توسط رگ لنفی وابران از عقده لنفاوی خارج میشه ناف عقده لنفاوی که فرو رفته است علاوه بر اینکه رگ لنفی وابران ازش خارج میشه شریانی واردش میشه که بتونه عقده لنفاوی رو تغذیه کنه چون عقده لنفاوی هم مثل همه ارگانهای بدن نیاز به خونرسانی داره نیاز به اکسیژن داره نیاز به مواد غذایی داره پس شریان واردش میشه تا تغذیهش کنه و یه ورید ازش خارج میشه که خون کم اکسیژن و بدون مواد غذایی رو از عقده لنفاوی بتونه خارج کنه میام جزئیات بافشناسی عقده لنفاوی اینجا کپسول عقده لنفاوی لنفاویه اینجا سینوس ساب کپسولاره اینجا ناحیه قشتی عقده لنفاویه ناحیه قشتی عقده لنفاوی حاوی فولیکول های لنفاوی بود که عمدتا لنفوسیت های بی اونا رو به وجود میارن و چون این ارگان لنفاوی محیطیه پس با آنتیژن مواجه میشه ناحیه مرکزیش حاوی لنفوسیت های بی که بلاستن سلول های بلاستم سلول های بزرگی هستن که هستی روشن دارن خودشون روشنن میخوان اینجا تکثیر پیدا کنن و چون سلول های بزرگ روشنی هستند بلاستن مرکز این فولیکول لنفاوی روشن دیده میشه این مرکز روشن میگیم جرمینال سنتر یا مرکز زایا پس فولیکولهای های لنفاوی که با آنتیژن مواجه شدن مرکز زایا پیدا میکنن جرمینال سنتر پیدا میکنن و محیطشون تیره تره بعضی از فولیکول های لنفاوی هم ممکنه با آنتیژن مواجه نشن همش تیره باشن و حاوی جرمینال سنتر نباشن کپسول عقده لنفاوی سینوس ساب کپسولار ترابکولی که داره میاد تو و سینوس های کورتیکال یا سینوس های قشری اینجا مغز و لنفاویه های سلولی که به دنبال همدیگه قرار می گیرن بینا بین اونها فضاهای روشنی که ما می بینیم که سینوس های مغزی هستن که لنفی رو که از کورتکس وارد شده اومده تو سینوس سابکپسولار کپسولار اومده توی سینوس های کورتیکال میاد توی سینوس های مغزی و کاملا تصویه میشه و از ناف اقده لنفاوی خارج میشه. ارگان لنفاوی بعدی تحاله تحاله که از بزرگترین ارگان های لنفاوی در داخل حفره شکم قرار داره و چون توی سفاق قرار داره سطح تحال رو کپسولی میپوشونه از جنس سفاق که قشای سروزی از نظر بافشناسی شناسی تحال رو بخوایم بررسی بکنیم کپسولی داره که از جنس سفاقه یعنی یه لایه سلول های مزوتلیال که سنگفرشی ساده است اونجا قرار داره زیرش بافت همبند سست همراه با تعداد سلول های ازولانی، از این بافت همبند سست تراب وارد تحال میشه و به داربست تحال که بافت رتیکوله رو کمک میکنه گفتم بجز تیموس بقیه ارگان های لنفاوی داربستشون بافت رتیکولره پارانشیم تحال شامل ساختمان که فولیکول های لنفاوی هستند این فولیکول های لنفاوی رو بهشون میگن پالپ سفید بینا بین این های لنفاوی که پالپ سفید گفته میشه هر چیز دیگه ای وجود داره بهش میگن پالپ قرمز توی پالپ قرمز تناب های سلولی به دنبال هم دیگه ها و ماکروفاش ها بینا بین اونا ما گلوبول های قرمز سلول خونی رو میبینیم که توی سینوزویت های تحالی قرار دارن پس این فولیکول های لنفاوی میشه پالپ سفید بینابینشون پالپ قرمزه که ترابکولا ها هم در بین اونا قرار دارن و به داربست تحال کمک میکنن شریان تهالی وقتی وارد ناف تهال میشه منشعب میشه از طریق ترابکولا ها به نام شریان های ترابکولایی وارد بافت تهال میشه این شریان های ترابکولا هایی میرسن به فولکول های لنفاوی که پالپ سفیده و شریانچه ای رو به وجود میارن به نام شریانچه مرکزی این شریانچه مرکزی اینجا ممکنه مرکز باشه ولی اینجا مرکز نیست اینجا مرکز نیست ابتدا وقتی وارد فولیکول لنفاوی قرار میگیره در مرکز قرار میگیره اما چون فولیکول های لنفاوی در تحال با آنتیژن مواجه میشن ابعادشون تغییر میکنه جایگاه این شریان چم تغییر میکنه ممکن از مرکز خارج بشه ولی اسمش رو کماکان با خودش حفظ میکنه و شریانچه مرکزی باقی میمونه اگر از نظر ماکروسکوپی تحال رو نگاه کنیم یک نقاطی به اندازه نک سوزن میبینیم سفید رنگ در تحال اون نقاط سفید رنگی که در تحال میبینیم هم پالپ سفیده پس نامگذاری ماکروسکوپی تحال پالپ سفید و پالپ قرمزه که برای میکروسکوپی هم اسم خودش رو حفظ کرده تنابهای سلولی توی پالپ قرمز به دنبال هم دیگه قرار دارن که اصطلاحا میگیم تنابهای های بیل بینا بینشون سینوزویت های که پر از خونه سینوزویت هایی که سوراخ دارن سلول سوراخدار و قشای پایه ناپیوسته دارند، های تحالی رو میبینین که رگهای های متسع و گشادی هستند پر از گلبول قرمز، قشای پایه ناپیوسته دارند و سلول های هستند. شریان از ناف تهال وارد شد، شریان های ترابکولایی رو به وجود آورد، شریان های ترابکولایی شریانچه مرکزی رو توی پالپ سفید به وجود آوردند. لنفوسیت های تی که توی تیموس تمایز پیدا می یا میان توی ناحیه پاراکورتیکال عقدی لنفاوی یعنی زیر کورتکس عقده لنفاوی بین مدالا و کورتکس عقدی لنفاوی ناحیه وجود داره به نام پاراکورتکس که های اندتلیال وینا اونجا قرار داشتن و لنفوسیت های تی اونجا بودن و یا میان در اطراف شریانچه مرکزی قرار می گیرن و این غلاف شریانی رو در اطراف شریانچه مرکزی به وجود میارن به این دلیل نزدیک عروقن که لنفوسیت های تی منیجرن تی که لنفسی تی هلپری که سایتوکاین هایی رو تولید میکنه که لنفسی تی سیتوتوکسیک رو تحریک میکنه لنفسی بی رو تحریک میکنه پس شریانچه مرکزی قلاف دورش که لنفوس تی تی یافته است که از تیموس مهاجرت کردن اینجا و در اطراف اون که خود فولیکول لنفاویه اجتماعی از لنفوسیت های بی رو داریم حالا این شریان چه اومده تغذیه میکنه پالپ سفیدو داره به شاخهای کوچیکی تقسیم میشه و از پالپ سفید خارج میشه وقتی که از پالپ سفید خارج شد به شاخهای کوچیکی منشعب میشه به کپیلاریا منشعب میشه بعضی از این کپ... کپیلاریا انتهاشون بازه باز میشن به بافت تهال. مستقیما وارد پارانشیم تهال میشن بعضیاشون میرسن به سینوزویدا و از داخل سینوزویدا عبور میکنن و وارد وریدها ها میشن و از وریدها، از و ورید تهالی اصلی رو به وجود میارن و از ناف تحال خارج میشن اینو میگن گردش خون باز که سلول های خونی مستقیما وارد پارانشیم تهال شدن اینی که وارد سینوزویت ها شدن میگن گردش خون بسته اما در نهایت این گردش خون باز هم سلولایی که ازش خارج شدن و وارد پارانشیم تحال شدن باید وارد سینوزویت ها بشن برای همین سینوزویت های تحال شکل خاصی دارن سلول های آندوتلیالی که این سینوزویت های رو به وجود میاره سلول های آندوتلیال طولی هستند. اینجا گردش خون باز ما میبینیم که گلبول های قرمز داره خارج میشه وارد پارانشیم تحال میشه اینجا گردش خون بسته است که سلول ها دارن وارد سینوزوید میشن سینوزوید ها نهایتا به وریدا میریزن ارگان لنفاوی بعدی لوزه ها هستن وقتی که ما حفره دهانمون رو باز کنیم به صورت یک حلقه آدنوئید یا لوزه حلقی در بالا قرار داره لوزه های زبانی در کف دهان قرار دارن لوزه های کامی و پالاتین در دو طرف قرار دارن این لوزه ها جز ارگان های لنفاوی و دفاعی بدن هستند. لوزه های زبانی لوزه هایی هستند که توی بخش خلفی زبان قرار دارن توی بافت همبند زبان قرار دارن کپسول اصلا ندارن توی همون بافت همبندن سطح اونا رو اپیتلیوم زبان که اپیتلیوم مطبق سنگ فرشی بود میپوشونه برای اینکه سطح تماسشون افزایش پیدا کنه یه دونه کریپت فرو رفتگی دارن که سطح تماس رو افزایش بده اپیتلیومشون هم که مطبق سنگ فرشی بود حاوی فولیکول های لنفاوی هستن که جرمینال سنتر به میزان زیاد دارن چون حفره دهان به عنوان اولین سد دفاعی شناخته میشه یعنی ما هم غذا وارد حفره دهانمون میشه که ممکنه میکروارگانیسم داشته باشه هم هوا وارد حفره دهانمون میشه که هم راه با ذرات گرد و غبار و میکروارگانیسمه لوزه آدنوید که یه لوزه است و لوزه حلقی گفته میشه در ناحیه حلق بینی قرار داره از نظر جایگاه آناتومیک و اپیتلیومش اپیتلیوم تنفسی سطح رویش توسط اپیتلیوم تنفسی پوشیده میشه که اپیتلیوم مطبق کاذب موجه داره و قاعدش کپسول ناقصی داره که از این کپسول ناقص تراب کوله وارد لوزه میشه و به داربست لوزه کمک میکنه داربست های لوزه هم بافت رتیکولره پس لوزه های پالاتین و لوزه آدنوئید هستند که کپسول ناقص دارن و سطحشون رو اپیتلیوم میپوشونه لوزه زبانی اصلا کپسول نداره و سطحش رو اپیتلیوم دهان میپوشونه حالا از نظر بافشناسی شناسی کامی یا لوزهای پالاتین دوتا لوزه بودن لوزهای پالاتین لوزه بودن که اپیتلیومشون اپیتلیوم متبق سنگفرشیه چون اپیتلیومشون اپیتلیوم حفره دهانه فرو رفتگی ها یا کریپت هایی دارن که سطح تماس رو با میکرو افزایش میده در زیر این اپیتلیوم فولیکول های لنفاوی به تعداد زیاد وجود داره که عمدتا اغلب این فولیکول های لنفاوی جرمینال سنتر دارن چون به عنوان اولین صد دفاعی مواجه میشه با آنتیژن در نتیجه حاوی جرمینال سنتره در ناحیه قاعدش کپسول ناقصی داره که این کپسول ناقص تکیه میکنه روی ازولات کام اما از این کپسول ناقص زوائد وارد لوزه میشه که این زوائد به داربست لوزه که بافت رتیکولره کمک میکنه الان اینجا عضلات کامه اینجا بخشی از کپسول ناقصه که به صورت زوائدی ترابکوله های وارد لوزه شده کپسول از این جهت اینجا ناقصه چون سطحش باید با آنتیژن مواجه بشه یعنی بیشترین آنتیژن ها در حفره دهانی هستند که جذب میشن و سطحش نمیتونه کپسول داشته باشه چون اگه کپسول داشته باشه آنتیژن ها نمیتونن جذبش بشن سطحش توسط اپیتلیوم مطبق سنگفرشی دهان پوشیده میشه نمایی که میبینیم باز مربوط به لوزه پالاتین لوزه کامیه نشون بده که سطح تماس رو افزایش بده اینجا کپسول ناقص رو نشون میده اینجا ازولات کام اینجا اپیتلیوم مطبق سنگ فرشی اینجا فولیکول های لنفاوی که در زیر اپیتلیوم مطبق سنگفرشی قرار میگیرن نمایی که دیده میشه مربوط به لوزه فارنجیال یا لوزه آدنوید یا لوزه حلقیه اپیتلیومش اپیتلیوم تنفسیه اپیتلیوم مطبق کاذب موجدار زیرش فولیکول های لنفاوی که عمدتا جرمینال سنتر دارن و بعد کپسول ناقصی که تکه میکنه روی ازولات حلق علاوه بر ارگانهای های لنفاوی که کپسول داشتن به صورت کامل مثل تحال مثل عقده لنفاوی که تحال کارش تصفیه خون بود عقده لنفاوی کارش تصفیه لنفه و ارگانهای های لنفاوی که کپسول ناقص دارن مثل لوزه ها مثل لوزه پالاتین و لوزه فارنجان یا لوزه حلقه که کپسول ناقص داشتن ما ارگان های لنفاوی رو داریم که حاوی فولیکول های لنفاوی هستن که به صورت پراکنده در سایر سیستم ها قرار دارن مثل دستگاه گوارش، دستگاه تنفس، دستگاه اجراری در داخل اینها فولیکول های لنفاوی به صورت مجتمع یا به صورت پراکنده وجود دارند. این فولیکول های لنفاوی که اجتماعی از لنفوسیت ها به صورت منتشر یا پراکنده هستند یا به صورت متمرکز هستند بهشون میگن مالت یا موکوسال اسوشیت لیمفاتیک تیشو یعنی مخاطی که جز دستگاه لنفاوی هستند هیچ کپسولی ندارن و همراه با اپیتلیوم های سایر و ارگان ها هستند یکی از مالت های خیلی مهم که توی دستگاه گوارش هم توضیح داده شده پلاک های پیره پلاک های پیر توی ایلی دستگاه گوارش دستگاه گوارش شامل روده کوچیکش شامل دئودنوم، ژژنوم و ایلیوم بود. توی ایلیوم روده دستگاه گوارش توی ایلیوم روده کوچیکش در ناحیه ساب موکوساش و در ناحیه لامینا پروپریاش فولیکول های لنفاوی به تعداد خیلی خیلی زیاد وجود دارند که این فولیکول های لنفاوی کپسولی ندارند و همون مالت رو دارن تشکیل میدن اپیتلیومی که روی این پول این پلاک های پیر وجود داره یا روی این فولیکول های لنفاوی وجود داره علاوه بر سلول های جاذب سلولی توی این ناحیه وجود داره به نام ام سل یا میکروفولد سل ام سل یا میکروفولد سل سلولیه که قادر آنتیژن رو درسته ببلعه در سطح رویش داره میکروویلی های داره چین خوردگی های در قاعدش هم چین خوردگی های داره قادر آنتیژن رو ببلعه و بیا تحویل فولیکول لنفاوی بده. امسل یا میکروفول سل آنتیژن پرزنتینگ نیست به خاطر اینکه نمیاد اونو تغییر بده و بخشهایی از آنتیژن رو بیان کنه همون جوری که آنتیژن رو بلعیده از رسش بلعیده از قاعدش تحویل فولیکولای لنفاوی میده توی این فولیکولای لنفاوی هم لنفوسیت تی به فراوانی وجود داره به خصوص لنفوسیت تی هلپر که شناسایی میکنن و سلول های دندریتی که اینجا وجود داره آنتیژن پرزنتینگ های وجود داره که آنتیژن رو میگیرن توی MHC توشون اونو بیان میکنن MHC تو توسط لنفوسیت تی هلپر شناسایی میشه و نهایت بقیه مراحلی که توی ایمنی گفتم انجام میشه توی این نما ما اپیتلیوم رو میبینیم اپیتل... توی پلاک های پیر توی روده کوچیک و ایل اوم اپیتلیوم رو میبینیم اینجا توی لامینا پروپریا و زیر مخاط تجمع فولیکول های لنفاوی رو میبینیم در سطح این اپیتلیوم علاوه بر سلول های جاذبی که وجود داره که هاوی میکروویلی هستن امسل ها هم وجود داره که امسل ها چین خوردگی های در سطحشون دارن این سلول امه اینا سلول های جاذبن اینجا سلولای M سلولای بزرگی هستن سلولای M چین خوردگی در رأس و چین خوردگی در قاعده دارن که آنتیژن رو به همون شکلی که دریافت کرده بودن از ناحیه قاعده تحویل میدن به آنتیژن پرزنتینگ سل ها یا دندریتیک سل ها که جز آنتیژن پرزنتینگ سلها ها هستن و آنتیژن پرزنتینگ سل ها اونها رو با ام توشون بیان میکنن و معرفی میکنن به لنفوسیت تی هلپر لنفوز تی هلپر سایتوکاین تولید میکنه و لنفوز بی رو تحریک میکنه به تقسیم و تولید پلاسماسل که پلاسماسل هم میتونه آنتیبادی تولید پر. نمایی که میبینین سلول های جاذب رو نشون میده بین سلول های جاذب و بینا بین اونا امسل یا میکروفولت رو نشون میده باز اینجا سلول های جاذب که میکروویلی دارن و میکروفولت سل ها که میکروفولت ها در قاعده شون فولیکول های لنفاوی و سلول های دندرتیکه که تحویل میگیرن آنتیژن رو